أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه ونعمائه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إلهنا وشفيع نفوسنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهون قولي قال الله الحكيم في مبرم خطابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العلي العظيم آبروی اهل دل از خاک پای مادر است سربلندی دو عالم از دعای مادر است آن بهشتی را که قرآن می کند توصیف آن صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است My dear brother and sister, سلام علیکم و رحمت الله و برکاته Is make a habit for me to every time apology in the first of my beginning of my speech. Is another time I should apology from my dear brother. I think we have the only one in English speech and an English topic. Inshallah, I hope so. He can understand some part of Farsi. Following Iqbal Lahori, inshallah, try to Farsi as soon as possible. And inshallah, we just talk in the Farsi part. And inshallah, hopefully in the future, if you have a English listener, we'll have in English too, inshallah. For the health and success of all of dear brother and sister in all over the world, especially the people that are present here, say salawat. خدا رو شاکر هستیم که توفیقی رو نصیب کرد از این که در روز جمعه دیگر در خدمت خواهران و برادران محترم هستیم. این هفته رو به علت این که ایام مصادف هست با ایام فاطمیه و ایام شهادت حضرت زهرا اون قسمت تفسیر نهج البلاغه رو انشاءالله ما ادامه خواهیم داد یک بحثی رو انشاءالله ما سعی میکنیم توی این یکی دو هفته در خدمت عزیزان باشیم که یک نوعی هم ارتباط داره با زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و همین که فکر کنم یکی از مسائل مورد نیاز همه ما هست چه زن چه مرد نیاز به فهمیدن این مسئله داریم و اون مسئله اهمیت انتخاب در زندگی انسان هست importance of decision in human's life که اگر ما در قرآن کریم وقتی که آیات مختلف رو مطالعه بکنیم همیشه بحث سر همین هست که انسان‌ها چه انتخاب‌هایی رو در زندگی داشتن از زمان حضرت آدم علیه السلام و داستان خوردن اون میوه ممنوعه و تا زمانی که شیطان انتخاب کرد تا بر انسان سجده نکنه تا بقیه انتخابایی که پیغمبران الهی داشتن و همچنین کسانی که امثال فرعون ها و نمرود ها که انتخاب خودشون رو کردن حالا نکته مهم این است که چه ارتباطی بین این مسئله و زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها هست وقتی که ما زندگی حضرت زهرا رو مطالعه بکنیم حالا چه بر اساس این که تاریخ دانان میگن 18 سال عمر کردن یا 28 سال کل عمر حضرت زهرا بیشتر از 2 یا 3 دهه نبود اما چه شد که حضرت زهرا با این عمر کم شخصیتی شده که الان در جهان اسلام 2 اسم مورد علاقه بیشتر مورد علاقه تمام مردم دنیا هست حالا چون مسلمان ها در اکثریت هستن بگیم یکی از نام‌های مورد علاقه مسلمان‌ها هست در بین تمام مسلمان‌ها از بین اسم پسر نامی که بیشترین انتخاب شده بین مسلمان‌ها نام مبارک
پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. نامی است که بیشترین بار توسط مسلمان ها برای پسرها انتخاب شده. وقتی که میام روی زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، مسلمان ها بیشترین نامی رو که برای دختر خانم ها انتخاب کردن نام فاطمه بود. یعنی چه شیعه چه سنی و هر مکتب و فرقه‌ای که بودن، مسلمان ها بیشترین نامی که علاقه داشتن نام دخترشون انتخاب بکنن نام حضرت زهرا بوده. و شاید اکثریت نام هایی هم که باشه بقیه نام ها هم القاب حضرت زهرا باشه، فاطمه، زهرا، صدیقه، طاهره و بقیه نام ها. حالا چه شده یک انسانی با این سن کم اینقدر مورد علاقه شد، اینقدر مردم نسبت به او علاقه دارن، احترام میکنن؟ وقتی ما میام روی خانواده این شخصیت میبینیم اکثریت این احترام و این علاقه بعد از ازدواج حضرت زهرا به وجود اومده. درست است که حضرت زهرا دختر مورد علاقه پیغمبر بوده، شخصیتی بوده که پیغمبر فرمود هر کس که او را اذیت بکنه من را اذیت کرده و هر کس او را خوشحال بکنه من را خوشحال کرده. اما وقتی برمیگردیم به حدیث شریف کسا، برمیگردیم به داستان مباهله، برمیگردیم به سوره مبارکه انسان و آیات مختلفی که در قرآن اشاره شده به عظمت جایگاه حضرت زهرا، تمام اینها باز برمیگرده به داستان بعد از ازدواج و بعد از مرج حضرت زهرا، که حضرت زهرا چه انتخابی رو کرد. پس یکی از مسائل مهم این است که انتخابهایی که حضرت زهرا در زندگی خودش داشت باعث شد او رو از بقیه متمایز بکنه، با بقیه متفاوت باشه. حالا با این نکته میرسیم که چرا ازدواج حضرت زهرا is a remarkable marriage. What's the reason؟ اون دلایلش رو خواهیم گفت. اما قبل از اون باید به این نکته بپردازیم که انتخابایی که ما داریم مختلف است، از انتخاب شغل، از انتخاب رشته تحصیلی، چه کاری رو میخوایم انجام بدیم، چه درسی رو بخونیم. تمام انتخابایی که در زندگی ما هست یک تأثیری رو داره، اما مهمترین انتخابی که روی زندگی ما بیشترین تأثیر رو میگذاره انتخاب همسر هست، انتخاب پارتنر به قول اینجا سولمیت یا همسر، که بیشترین تأثیر رو روی زندگی ما میگذاره. خدای متعال هم بارها و بارها وقتی در قرآن اشاره میکنه به داستان پیامبران الهی، مسئله ازدواج رو به عنوان یه مسئله حیاتی ذکر میکنه. ما در قرآن مجید شروع میشه از داستان پدران ما، از ریشه همه ما، از حضرت آدم علیه السلام و حضرت حوا علیه السلام، میاد به طبقات پایین تر نسبت به حضرت نوح علیه السلام و حضرت ایوب علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام و همسرانشون، که چقدر همسران اینها در راه موفقیت اینها نقش داشتن. یا میایم حتی روی داستان یک همسری حتی مثل شخصیتی مثل فرعون، که چقدر تأثیر داره در رشد و نمو یک پیغمبر الهی مثل حضرت موسی، که خدای متعال در قرآن حیات حضرت موسی رو مدیون همسر فرعون آسیه میدونه. پس ازدواج مسئله حیاتی توی زندگی ما هست که حتی در قرآن هم بهش اشاره شده. حالا سوال این هست که چقدر این مسئله برای ما مهم است که ما ازدواج حضرت زهرا رو بدونیم، چه دلیلی داره، چه تفاوت‌های ازدواج حضرت زهرا با بقیه ازدواج‌ها داشت. دو تا نکته اساسی توی این ازدواج وجود داره که برای ما درس است. وقتی که ما تاریخ رو مطالعه می‌کنیم، یکی از فواید و بنفیت‌هایی که تاریخ و هیستوری برای ما داره این هست که ما باید تاریخ رو مطالعه بکنیم تا پند و اندرزها و نکته‌های او رو توی زندگی خودمون به کار ببریم.